خانم ها آقایان درود بر شما، علی جوانمردی هستم. خانم ها آقایان درود بر شما، علی جوانمردی هستم، میزبان شما از استودیوی اربیل صدای آمریکا در برنامه افق نو امشب. کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا بارها مخالفت خود را با برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق در سوم مهر اعلام کردند. از دید واشنگتن زمان این همه‌پرسی نادرست بود، زیرا ممکن است تمرکز بر نابودی داعش را تضعیف کند. نیروهای پیشمرگ کردستان عراق با حمایت‌های نظامی و آموزشی آمریکا در هماهنگی با نیروهای مسلح عراقی طی بیش از دو سال گذشته بسیاری از مناطق شمال عراق را از تصرف پیکارجویان داعش خارج کردند و در آزادی موسل، پایتخت گروه دولت اسلامی یا داعش، هم نقش بسزایی ایفا کردند. ولی داعش هنوز در بخش‌هایی از عراق پاکسازی نشده و شرایط پس از برگزاری همه‌پرسی کردستان تنش کردها با دولت مرکزی را به نحو کم سابقه افزایش داده است، به طوری که نیروهای پیشمرگ اکنون در برخی مناطق کرکوک و سنجار روبروی نیروهای هشت شعبی یا بسیج شیعه عراق موضع گرفتند. به بیان ساده تر، هنوز جنگ علیه داعش به پایان نرسیده، ممکن است منطقه با جنگ جدیدی روبرو شود. نیروهای پیشمرگ و نیروهای عراقی پس از همه پرسی اقلیم کردستان در چه شرایطی قرار دارند؟ همه پرسی کردستان عراق چقدر بر جنگ علیه داعش تاثیرگذار بوده و احتمال ایجاد درگیری تازه‌ای در منطقه چقدر واقعی است؟ با ما باشید. برای بحث امشبمون در خدمت دو میهمان گرامی هستیم. اینجا در دیگر استودیوی صدای آمریکا ژنرال بهرام یاسین، فرمانده نیروهای پیشمرگ کردستان در محور بعشیق موسل، و از واشنگتن مایکل پریجنت، پژوهشگر مؤسسه هاتسن. هر دو میهمان گرامی خوش اومدید به برنامه امشب افق نو. اجازه بدید طبق روال معمول از اربیل شروع کنم. ژنرال بهرام، نیروهای پیشمرگ و نیروهای عراقی پس از همه پرسی سوم مهر در چه شرایطی قرار دارند؟ آیا هماهنگی و همکاری برای جنگ علیه داعش خدشه‌ای وارد شده؟ بله، مثل اینکه هنوز صدای ما از دیگر استودیوی صدای آمریکا وصل نیست. اجازه بدید صدایش، بله صداتون اومد، بفرمایید. با عرض سلام و درود حضور شما و تمام شنوندگان و بینندگان صدای آمریکا، اوضاع نظامی کردستان عراق در حالت مستقر و از امنیت بالایی برخورداره. هماهنگی ما با نیروهای عراقی و همچنین متحدین پا برجاست و همین همکاری و هماهنگی که بین ما و نیروهای متحدین و نیروهای عراقی وجود داره کاری کرد که ما دو تا اپراسیونی بسیار بسیار پیروزمندانه رو داشته باشیم، چه در پاکسازی تلفر و چه در همین روزهای آخر در پاکسازی هویجه. و تمام اون نواحی که نیروهای پیشمرگه کردستان با فداکاری تمام و دادن قربانی‌های بیشمار از دست تروریست‌های داعش آزادشون کردن، الان با تمام با قدرت تمام از سوی نیروهای پیشمرگه کردستان دارن امنیتشون حفظ میشه. و بله آقای بهرام یاسین، پس مسئله ای که در کرکوک، برخی مناطق جنوب کرکوک نزدیکی هویجه و در نزدیکی سنجار تنش‌هایی هم بوده، حتی خبرهایی منتشر شد که یکی دو تا درگیری خیلی کوتاه هم بوده، پس چرا اونجا نیروهای پیشمرگ با هشت شعبی به طوری که گفته میشه از خبرها، ویدیوهای منتشر شده، روبروی هم قرار گرفتن؟
بله، مثل اینکه ما مشکل صدا داریم از دیگر استودیوی صدای آمریکا در اربیل، دیگر استودیوی ما، و اندکی هم چند ثانیه‌ای هم فرق صدای من با استودیوی واشنگتن هست. از این بابت پوزش میخوام از شما بینندگان گرامی. آقای مایکل پریجنت، اجازه بدید از شما بپرسم، به نظر شما با پیامدهای استقلال کردستان که بین اربیل و بغداد به نوعی تنش ایجاد کرده، عملا فکر میکنید همکاری نیروی پیشمرگ با نیروهای عراقی با خدشه، یعنی خدشه بهش وارد شده یا خیر؟ با تشکر از اینکه از من دعوت کردید. اینکه گفته میشه مسئله کردها مبارزه با داعش رو مختل میکنه، این یک بهانه درستی نیست. الان در شمال غرب رمادی هستن داعش، اعضای داعش، و الان ما دیدیم که در هویجه اونها شکست داده شدن. اما مسئله اینه که اشتباهی که ایالات متحده کرد این بودش که موضع بسیار سرسختی علیه کردستان عراق گرفت. این باعث شد که تهران و آنکارا و بغداد همه گستاخ بشن در رابطه با این مسئله. حشد شعبی، اینا یک نیروی نظامی حرفه‌ای نیستن، اما اینها هستند که در واقع تهدید حساب میشن که ممکنه که به کرکوک یا سنجار حمله کنند. بنابراین ایالات متحده باید بگوید که ما از تمامیت ارضی اقلیم کردستان عراق حمایت میکنیم و از بغداد هم میخواهیم که از نیروی قهری، چه نیروهای خود ملی عراقی و از حشد شعبی، استفاده نکنه علیه کردها، و این باید خط قرمز ایالات متحده واقع بشه. ولی آقای پریجنت، این موضع واشنگتن نبوده دست کم تا حالا، با اینکه هشدار داده به ایران و عراق که از گزینه نظامی صحبت نکنن، ولی عملا مانع نیروهای حشد شعبی نشدند که بخشی از نیروهای نظامی عراق هستند. فکر میکنید حضور کارشناسان نظامی آمریکا که نقش مهمی در هدایت جنگ علیه داعش داشتن چقدر میتونه مانع یک برخورد احتمالی بین نیروهای پیشمرگ با حشد شعبی بشه؟ تا زمانی که ایالات متحده مشاورین اون از کردها، پیشمرده‌ها و ارتش عراق حمایت بکنه، باید این فشار رو بیاره روی دولت بغداد که این کارو نکنه. اما الان ایالات متحده با حشد شعبی تماسی نداره. من میدونم که مشاوران آمریکا الان با نیروهای دولت عراق، به خصوص نیروهای وزارت کشور، در تماس هستند که به داعشی ها حمله بکنن، به خصوص اونهایی که در داخل وزارت تحت کنترل وزارت کشور هستن مثل پلیس. ایالات متحده الان میتونیم بگیم که بغداد نباید از نیروی نظامی علیه منطقه کردستان استفاده کنه، نباید از نیروی نظامی برای ورود به کرکوک استفاده بکنه، و باید دو طرف رو متقاعد بکنه که نگذارن که این مسئله ای بین پیشمرگه ها و متحدین آمریکا حشد شعبی علیه این نظامیان حمایت شده از سوی ایران شود. بسیار خوب آقای پریجنت، مشکل صدای ما در دیگر استودیوی صدای آمریکا در اربیل رفع میشه. با ژنرال بهرام یاسین از اون سوال بپرسم. اجازه بدید این پرسش رو هم مطرح کنم. جمهوری اسلامی ایران و ترکیه، البته از ایران شروع کنم، ایران با حشد شعبی در مرزهای مشترکش با اقلیم کردستان در روزهای گذشته یک مانور نظامی برگزار کرده و هر از چندگاهی هم اقلیم کردستان رو تهدید میکنن. به نظر شما دخالت نظامی ایران و البته ترکیه همچنین مانوری رو در مرزهای با اقلیم کردستان برگزار کرده، دخالت نظامی ایران و ترکیه چقدر محتمله؟ Is it-
Oh, is this for me? Okay. I think those operations. به نظر من چنین عملیاتی در مرز ایران و عراق میتونم بفهمم، درک کنم. نگرانی ایران در رابطه با کردهای خود ایران، ترکیه هم داره همین کار رو میکنه. این در واقع یک نوع دخالتی در این مناطق میشه، اما ایالات متحده باید محکم وایسه. ببینید موضع یه چیزه، اما ایران بخواد دست به عملیات بزنه، این مسئله هست. همینطور در رابطه با ترکیه، ما نباید اجازه بدهیم که یک رأی‌گیری مسالمت آمیز منجر بشه به یک درگیری مسلحانه، زیرا اون وقت بغداد، تهران و آنکارا در واقع پیام آمریکا را اینجوری تفسیر کرده که آمریکا واشنگتن علیه این رأی‌گیری هست و اونو به عنوان یک چراغ سبزی برای اقدام نظامی تعبیر کردن. این رأی‌گیری نباید تبدیل به درگیری بشه و آمریکا نمیتونه بیاد در کنار کردها که یکی از متحدین اون هست بایسته و از اون طرف دیگه ترکیه یا کسی دیگه به اونا حمله کنن. بله بسیار خوب، اجازه بدید مثل اینکه مشکل صدای ما با دیگر استودیوی صدای آمریکا در اربیل رفع شده. جنرال بهرام، رهبران اقلیم میگن که توان دفاع از مناطق کردستان رو دارن، توان نظامی شما در چه سطحیه؟ آیا این مسئله که مطرح میشه، یعنی ممکنه بگید نیروی پیشمرگ چه تعداد، نیروهای پیشمرگ چه تعدادی هستن و در مقابل نیروهای عراقی چه تعدادی هستن؟ صدا قطع شد. بله بفرمایید. شما میتونید دوباره سوال رو بپرسید؟ ببخشید. پوزش میخوام. اینو میپرسیدم که رهبران اقلیم میگن که توان دفاع از اقلیم کردستان رو دارن در چنین شرایطی، در پاسخ به تهدیدهایی که میشه. تعداد نیروهای پیشمرگ چقدره؟ ببینید، بدون شک توانایی نیروهای مسلح پیشمرگای کردستان با سالهای قبل بسیار بسیار متفاوته و ما الان مراکز آموزشی در سر تا سر کردستان داریم. تمام نیروهای پیشمرگه ها از این آموزش، از این آموزشگاه ها آموزش های لازم رو میبینن. سلاحایی که الان در دست نیروهای پیشمرگه با اونایی که از دست تروریست های داعش گرفتیم و اونایی که متحدین به نیروهای پیشمرگه در همکاری با جنگ با تروریست های داعش به نیروهای پیشمرگه اهدا کردن، توان نظامی ما رو بالا برده. و همون مراکز آموزشی متحدین که همون کیتسی که الان در کردستان در بخش‌های جداگانه وجود داره، روزانه نیروهای پیشمرگ رو با فناوری جدید و به کار بردن سلاح‌های جدید نظامی که قدرت جنگشون بیشتر باشه آشنا می‌کنن و به کار می‌بریم توی همه جبهه‌های جنگ با تروریست‌های داعش. این همه کاری کرده که توانایی نظامی نیروهای پیشمرگه کردستان الان بسیار بسیار بالاست و با سالهای قبل به هیچ عنوان مقایسه نمیشه. تعداد نیروهای پیشمرگه کردستان و یا نیروهای عراق را من دقیقا نمیدونم در چه حدیه، ولی من این رو میدونم که نیروهای عراقی با ارتش عراق، حشد شعبی، نیروهای پلیس فدرالی، همون مکافحه ارهاب و نمیدونم لشکر ذهبی، اینا احتمالاً 2 تا 3 برابر نیروهای پیشمرگه کردستان باشن و ما توانایی لازم رو برای حفظ منافع ملیمون و مرزهای کردستان عراق به طور قاطع داریم. بسیار خب، جنرال بهرام، همکاری و کمک‌های آمریکا با نیروهای پیشمرگ تغییری نشده در اون بعد از همه پرسی؟ چون ترکیه اعلام کرده که تمام، آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت که تمام همکاری‌هامون با نیروهای پیشمرگ متوقف شده، همکاری‌های آموزشی و تسلیحاتی و هر نوع. در مورد آمریکا با نیروهای پیشمرگ چی؟ هیچ اتفاقی نیفتاده بعد از همه پرسی؟ خوشبختانه پنتاگون اعلام کرد که همکاری‌های اونا با نیروهای پیشمرگه کردستان یعنی مستمره و ادامه خواهد داشت. با اون جنگ‌هایی که و اون فداکاری‌هایی که نیروهای پیشمرگه کردستان در جنگ‌های با تروریست‌های داعش از خودشون نشون دادن، این کاری کرد که یک اسم جهانی یعنی شهرت جهانی پیدا کنن نیروهای پیشمرگه و از توره تروریست‌های داعش بر دست نیروهای پیشمرگه کردستان شکسته شد و این کاری کرد که هماهنگی متحدین به سرکردگی آمریکا با نیروهای پیشمرگه کردستان به عنوان یک
نیروی دموکراتیک از بهای بزرگ انسانیت داره دفاع میکنه و به جای همه دنیای آزاد و جهان دموکراسی با تروریست های داعش میجنگه و این همکاری ها خوشبختانه تا حالا هم ادامه داره. بله، اجازه بدید یک سوال دیگر هم از شما بپرسم، چون صدای شما که قطع شده بود من چند سوال پی در پی از آقای پریجنت پرسیدم. این سوال رو هم بپرسم که در قبل از اینکه صدای شما قطع بشه میخواستم این رو بدونم، تنش‌هایی در مناطقی از جنوب کرکوک و در سنجار که نزدیک هست به بهشیق جایی که شما هستید بین نیروهای پیشمرگ با هشت شعبی بوده، ویدیوهایی از هشت شعبی منتشر شده حاوی تهدید هست که بعد از هویجه شاید نوبت کرکوک و بقیه مناطق کردستان باشه. وضعیت چگونه است در حال حاضر در جبهه‌ای که شما هستید و در سایر مناطق که تا جایی که شما اطلاع داشته باشید در جبهه‌هایی که روبروی هشت شعبی قرار گرفتید؟ ببینید، در همه اون مناطقی که با دست نیروهای پیشمرگه کردستان از دست تروریست های داعش خارج شد و تقریبا امنیتشون الان در دست نیروهای پیشمرگه است، با قدرت تمام این مرزها از سوی نیروهای پیشمرگه کردستان دارن حفظ میشن. با شکست تروریست های داعش در موسل و نواحی موسل از هویجه و همون تلعفر که باشه، تقریبا جایگزینی در اون نیروهایی که مقابل نیروهای پیشمرگه کردستان وجود دارن به وجود آمده. در بعضی نواحی ارتش عراق هست، در بعضی نواحی پلیس های فدرال هم و در بعضی نواحی حشد شعبی از جمله منطقه کرکوک و مناطق شنگار، غرب شنگار، که حشد شعبی بدون اجازه دولت مرکزی و بدون اتفاق با ما و اون اتفاقی که ما و متحدین و نیروهای عراقی داشتیم به غرب شنگار یا همون سنجار حمله کردند و اون نواحی را به تصرف خود درآوردن، که ما بر این قناعتیم که این جابجا کردن یا اجرای یک اجندای بیرون از عراق بود و برای تمام کردن اون همان هلال شیعه ها بود. این مناطق مناطق کردی اصیلن، مردم اون مناطق همهشون برادران و خواهران ازدی ما هستند و ما متکی بر اینیم که از راه گفتگو با دولت مرکزی عراق و هم فرماندهان حشد شعبی در آینده این مشکل رو حل کنیم. اما تنشی یا برخوردی بین ما و نیروهای حشد شعبی در هیچ منطقه‌ای به وجود نیومده و اون مناطقی که با دست نیروهای پیشمرگه کردستان از تروریست‌های داعش پاکسازی شده، این مناطق همه‌شون مناطق کردی هستند و با دست نیروهای پیشمرگه کردستان آزاد شدن. ارتش عراق در سال 2014 همه این مناطق ها را بدون هیچ جنگی به تروریست های داعش واگذار کرد و در وقتی که ما به حمله های نیروهای پیشمرگه برای بازپسگیری این مناطق دوباره شروع شد، تقریبا نزدیک به 1800 شهید و نزدیک به 20000 زخمی و معلول جنگی ما دادیم تا این مناطق ها رو از دست تروریست های داعش دوباره خارج کردیم و این مناطق برای آزادسازی این مناطق حتی قد یک قطره خون یک سرباز عراقی هم ریخته نشده و خود مردم این مناطق، ساکنان این مناطق، خودشون خواستار اینن که نیروهای پیشمرگه این مناطق رو امنیتشون رو حفظ کنن، نه حشد شعبی یا ارتش عراق. بله، بسیار خوب. اجازه بدید به واشنگتن برگردیم. آی پریجن، شما در صحبتاتون بدون این انتقاد کردید از موضع واشنگتن در قبال همه پرسی، مسئله‌ای که شاید جمهوری اسلامی ایران رو جریتر بکنه در این که بخواد یک اقدام نظامی علیه اقلیم کردستان انجام بده. از دید شما واشنگتن باید چه سیاستی داشته باشه در قبال وضعیتی که بعد از همه پرسی سوم مهر ماه در منطقه ایجاد شده؟ علتی داره که این همه پرسی انجام شد. میزان نفوذ ایران در عراق بسیار نگران کننده است، در سطح بسیار بالایی است و باید در واقع ایالات متحده رو مقصر بدونیم برای اینکه گذاشت که این مناطقی که از دست داعش درآورده شد در اختیار ایران گذاشته شد. ببینین، به اون مناطق نگاه کنیم، اونجا عرب ها بودن، سنی ها بودن، پیشمرگه ها بودن، اما دیگه هیچ کدوم از این افراد اونجا نیستن. من نمیبایست این مناطق در اختیار ایران گذاشته میشد. انتقاد من از سیاست واشنگتن نسبت به بغداد و از وزارت خارجه و برد مکرک فرستاده کاخ سفید در رابطه با عراق
اینه که وقتی که از کردها خواست که همه پرسیشون رو به تعویق بیندازن، دولت کردستان میدونست که دیگه آمریکا در واقع اون میزان نفوذ خودشو از دست داده و این خودش یک پیامی به تهران بود و بغداد. خب ما میدونیم که تهران مخالف همه پرسی بود. ما به بغداد گفتیم که برت مگر به دی سی، تهران، بغداد و آنکارا گفتش که میتونه جلوی برگزاری همه پرسی رو بگیره، اما نتوانست. این یک رأی‌گیری مسالمت آمیز بود که نباید به درگیری منجر بشه و هشت‌الشعبی نباید اجازه داده بشه پیش بره. پیشمرگی ها الان نتونستن خیلی کار بکنن و اگر ایالات متحده و کمک ها و پشتیبانی های هوایی اون نباشه این مسئله حل نمیشه. مشکل الان اینه که دولت ایران همه جور توانایی هوایی رو در منطقه اعمال میکنه و اگر باید که جلوی ورود این نفوذ رو به داخل کردستان آمریکا بگیرد. بله، بسیار خوب. جنرال بهرام، فرصت کوتاه هست، لطفا بگید که صحبت‌های آقای پریجنت رو شنیدید که اگر کمک‌های هوایی و نظامی آمریکا نباشه مشکل ممکنه پیش بیاد در اقلیم کردستان. اگر این یک فرضیه است، چون بنابر تهدیدهایی که میشه در روزهای گذشته بارها از طرف ترکیه و چند بار از طرف فرماندهان سپاه پاسداران ایران، اگر دخالت خارجی صورت بگیره در پیامد همه پرسی استقلال کردستان، نیروهای پیشمرگ به تنهایی توان مقاومت رو دارن؟ ببینید، منم یه اضافه روی حرفای مهمان گرامی شما دارم. در سال 2011 اون دستوری که دولت، یعنی اداره اوباما گرفت برای عقب نشینی نیروهای آمریکا از منطقه، این یکی از اشتباهات بسیار بسیار بزرگی بود که هم دولت آمریکا و خود اون قومیت و اقلیت‌هایی که در اینجا دارند زندگی میکنن داریم باج یا همون ضریبه اون اشتباه رو میدیم و عراق رو به عنوان یکی که آماده تقدیم به ایران کرد و این کاری کرد که سیاست‌های دوباره انتقام جویی در مناطق سنی نشین با دست شیعه ها که همون سلطه نظام، یعنی سربازی عراق رو به دست گرفتن داشتن و این کاری کرد که بعدش همه اینها تا به امروز رسیده. بنابراین به نظر من درست تهدیدهایی داریم از طرف ایران، از طرف سوریه. من خودم نظرم این نیست که اونا در حد این باشن، این قدرت رو داشته باشن که به کردستان عراق حمله نظامی داشته باشن، چون که خود اونا هم مشاکلی دارن. ایران با کشمکش‌های بین المللی روبرو، دو سه روز پیش آقای ترامپ ایران رو به عنوان تهدیدی بزرگ و صدور تروریسم و آشوب در منطقه متهم کرد و اگه چند روز در گزارشی که چند روز آینده به کنگره خواهد داد، اگه ایران رو به پابند نبون به برنامه فرجام تهمت بزنه، این مشکل بزرگی برای ایران پیش خواهد اومد و کنگره قرار خواهد گذاشت که برنامه کادسا و همون ترکیه هم مشکلات بسیار بسیار زیادی داره.